حدودا تو آخرای صده 19 هم و اوایل صده 20 به واسطه فساد در کشور ثروت کشور رو در معرض حراج گذاشته بودن در این رابطه امتیازات زیادی به روسیه و انگلیس داده میشد و عملا صحنه سیاسی ایران مثل بازی شطرنج قدرت های استعماری شده بود اما روس ها و انگلیسیها ها به جای رقابت با هم زور می نختن پشت دولت ایران و برای جبران امتیازی که به رقیب میداد تقاضای اعطای قرارداد جدید میکرد یکی از این قراردادها هم امتیازنامه رویتر بود که در سال 1260 خورشیدی بین رویتر انگلیسی و دولت قاجار در زمان سلطنت ناصرالدین شاه منعقد شد. درود بر شما من حمید خسروی ام و اینجا پادیسم لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تو یه سری ویدیوهای سریالی داریم از دوران ناصری میگیم که لینکشون زیر همین ویدیو هست. خب بریم ببینیم که قرارداد رویتر جریانش چیه در ازای پرداخت دیویس هزار لیر چنین امتیازی رو به رویتر میدن امتیاز انحصاری ایجاد راه آهن از دریای خزر تا خلیج فارس دایر کردن قطار شهری بهره برداری از معادن البته به از معادن طلا، نقره، جواهر و اون معادنی که ملک مردمه. بهره برداری از جنگل ها به مدت 70 سال، اجاره گمرک ها به مدت 25 سال به رویتر داده شد. سهم ایران از سود این امتیاز اینطوری بود که از راه آهن 20 درصد بهش میرسید و از معادن و جنگل ها 15 درصد از سود گمرک هم 60 درصد. بعد گفته شد که رویتر برای تصریح در امر قرار داد به مقامات بلند پایه مملکت مبالغ هنگفتی رشوه داده بود. که تو قسمت زندگی نامه سپه سالار اشاره کردیم و گفتیم که انگلیسی ها از طریق میرزا حسین خان سپه سالار اعظم ناصر و شاه چه قراردادهایی رو ارائه میدادند و شاه هم قبول میکرد البته در باب این قرارداد دو دیدگاه هم عرض کردیم تو قسمت قبل که یه سری این قرارداد رو به ضد مملکت میدونستند و میگفتند فقط این قرارداد ظاهرش اصلاحگرایان است و یه سری برعکس مثلا مخالف ها میگفتن قرارداد رویتر ظاهرش اینطوری بود که انگلیسی ها میخوان برای ایران راه آهن بکشن سیستم گمرک و پست را بندازن اصلاحات کنن و مدل های جدید زندگی اروپایی رو در ایران اجرا کنه اما در عمق این قرارداد امتیازاتی که به طرف مقابل داده شده بود مثل حق استخراج 70 سال منابع زیرزمینی و روزمینی نشون میداد که این قرارداد چقدر ننگینه یه هم میگفتند تو اون شرایطی که مملکت نفت و پول نداره برای اصلاحات چنین باجی هم باید داده میشد. اما فارغ از درست بودن یا غلط بودن این امتیاز قرارداد رویتر ابعاد دیگه ای هم داشت. مثلا عرض کردیم که یکی از مفاد این قرارداد بحث راه آهن شمالی جنوبی بود که در واقع با هدف تسلط انگلیسی ها به مرزهای شمالی ایران میخواست انجام بشه. میدونیم که تو اون موقعیت انگلیسی ها روزها رو تهدیدی برای هندوستان میدونستن و میخواستن به مرزهای شمالی ایران مسلط بشن تا بتونن موقعیت ویژایی رو برای خودشون تو اون منطقه رقم بزنن البته علاوه بر سودی که از این امتیاز میبردن میخواستن اهداف سیاسیشون رو هم جلو ببرن حالا هر کدوم از این قراردادها جزئیات زیادی داشت مثلا وقتی ریل رو مینداختن 20 متر از اطرافش هم به کمپانی داده میشد حالا این از امتیازات مادیش از امتیازات سیاسیش هم عرض کردم خدمتون امتیاز رویتر که عملا ایران رو به صورت مستعمره انگلیس در می آورد یکی از بزرگترین اشتباهات ناصرالدین شاه و میرزا حسین خان سپهسالار بود که البته به مرحله اجرا هم در نیومد یکی از دلایل اجرایی نشدن این قرارداد لغمه بزرگی بود که رویتر برداشته بود اما به واسطه این قراردادی که اجرا هم نشد روی انگلیسی ها و حتی روس ها باز شد و امتیازات دیگه ای رو از ایران گرفتن پس امتیاز رویتر از این روی در تاریخ ایران اهمیت زیادی داره چند سال بعد از لغو قرارداد رویتر و زمانی که دیگه این امتیاز خیلی اصلا یادشون رفته بود و پروندهش مخدومه اعلام شده بود رویتر مدعی خسارت شد یکی از این خسارات رو پولای دونست که به عنوان رشوه به رجال ایران پرداخت کرده سرانجام بعد از گفتگوهای بسیار دولت ایران امتیاز بانک شاهنشاهی ایران رو به مدت 60 سال در ظاهر به رویتر و در عمل به انگلیس واگذار کرد و اما اعطای این امتیاز شد باری مضاعف بر دوش مردم مظلوم ایران علاوه بر این امتیاز بانک استقرازی رو دادن به روزها که یه وقت حسودی نکنن و دلشون بشکنه از علتهای دیگه به سرانجام نرسیدن این امتیاز تلاشهای ملاعلی کنی بود علی و روحانیون محلی بعد از شنیدن خبر عقد این قرار داد عصبی شدن و شبنامه هایی تو تهران پخش کردند که توش نوشته بود شاه اختیار کشور رو به یک یهودی داده آخه رویتر یهودی بود این شبنامه ها باعث برانگیختن افکار عمومی و تجار شد از اون برم روسیه که دید داره ضرر میکنه شاکی شد و ناصر الدین شاه هم کوتاه اومد و البته که گفتیم رویتر هم نتونست پول جور کنه دولت انگلیس هم حاضر به طرفداری ازش نشد دلیل انگلیسی ها هم احتمالا صلح نسبی روس و انگلیس در اون موقعیت زمانی بود به هر حال دولت ایران هم که بر اساس این سند از این امتیاز پشیمان بود بنابراین قرارداد رو 15 ماه بعد لغو کرد